در ویدیوی معرفی زبان سالیدیتی و ویژگی های اون گفتیم که زبان سالیدیتی یک زبان شیگرا است. اما شیگرایی یعنی چی؟ شیگرایی یعنی تعریف یک سری ویژگی ها و رفتارها و نسبت دادن اون ویژگی ها و رفتارها به چیزهای مختلف. گفتیم دو مورد برای ما مهمه. مورد اول ویژگی ها و مورد دوم رفتارها. یک مثال میزنم. ما هممون یک تعریف کلی و یک کانسپت کلی از خودرو در ذهنمون داریم. میگیم وسیله‌ای که رنگ داره، شتاب، سرعت، قدرت داره، میتونه ترمز بگیره، حرکت کنه، سوختگیری کنه و ویژگی‌های این مدلی داشته باشه. حالا زمانی که میگیم 206 یک خودرو هست، میدونیم که 206 تمام ویژگی‌های کانسپت ما از خودرو رو داره. یعنی میتونه حرکت کنه، ترمز بگیره، سوختگیری کنه، رنگ داره، سرعت، قدرت، شرکت سازنده و موارد این چنینی رو داره. الان به سادگی با مفهوم شیگرایی آشنا شدیم. در واقع یک مفهوم کلی داشتیم که شد خودرو و یک شی از اون ساختیم که 206 ما بود. در مفهوم شیگرایی البته یک مورد من فراموش کردم بگم، زبانهای برنامه نویسی به دو دسته تقسیم می شدن. زبانهای برنامه نویسی object oriented یا شیگرا و زبانهایی که شیگرا نیستن. مثالش رو بخوایم بزنیم، زبان برنامه نویسی سی شارپ، سی پلاس پلاس و پایتون و سالیدیتی از جمله زبانهای شیگرا هستن. اما از جمله زبانهایی که بگیم شیگرا نیستن مثل زبان سی که در واقع شیگرای زبان سی میشه زبان سی پلاس پلاس. خب در مفهوم object oriented یا شیگرایی دو مورد برای من خیلی مهمه. یک مفهوم کلاس و دو مفهوم object یا شی. کلاس همون من قلم رو بیارم. کلاس همون مفهوم ما و کانسپتی که از یک چیزی میسازیم، اون ویژگی ها و رفتارهایی که تعریف میکنیم و در یک قالب برای اون اسم میذاریم. میبینیم که اینجا یک کلاس داریم به اسم خودرو. یک سری رفتار و ویژگی ها داره. رفتار مثل حرکت کردن، مثل ترمز گرفتن، مثل بوق زدن، خصوصیاتی که داره یا ویژگی هایی که داره، مثل سرعتی که داره، رنگی که داره، وزنی که داره. در واقع یک سری ویژگی ها و رفتارها رو در یک قالب تعریف میکنیم، برای اون یک اسم میذاریم و این میشه کلاس ما. حالا بریم با مفهوم آبجکت یا شی آشنا بشیم. زمانی که ما از روی کلاسمون یک نمونه میسازیم، داریم در واقع شی میسازیم. مثلا ما یک کلاس خودرو داریم. حالا اومده یک مرسدس ساخته شده، یک بی ام و ساخته شده، آودی ساخته شده. همه اینها ویژگی ها و رفتارهای کلاس خودرو رو دارن و در واقع شی از اون هستن. تا اینجا با مفهوم شیگرایی به صورت کلی آشنا شدیم. در مباحث پیشرفته همین دوره یاد میگیریم چجوری یک کلاس رو به صورت کامل پیاده سازی کنیم و همچنین شی بسازیم، ارث بری کنیم و موارد این چنینی. یک موردی که هست به فرایندی که یک شی از روی یک کلاس ساخته میشه میگیم اینستنس سازی. این رو هم به خاطر داشته باشیم. و مورد بعدی که قبلا هم در قالب ویدیوی اگر اشتباه نکنم معرفی زبان سالیدیتی گفتم، کیورد کانترکت در زبان سالیدیتی معادل کیورد کلاس در سایر زبانهای آبجکت اورینتد هست. و اینکه دیدیم که در فایل یک فایل سالیدیتی، یا اینکه خواهیم دید، درست خاطرم نیست، یعنی که خواهیم دید در فایل های سالیدیتی میتونیم هر تعدادی که بخوایم کانترکت تعریف کنیم. خب تا اینجا با مفهوم شیگرایی آشنا شدیم. موفق باشید.